حتما با پیجای زیادی روبرو شدین که آموزش تدوین کردن رو بهتون میدم، ولی هیچ کدوم نیومدن به صورت بیسیک و از صفر تا صد این کار رو انجام بدم. من توی این مجموعه قرار پریمیر 2021 رو به صورت بیسیک و از صفر تا صد آموزش بدم. با من همراه باشید. من پوریام و اینجا چنل منه. به چنلم خوش اومدین. اگر اولین باره که ویدیومو نگاه میکنی، اینو بدونین که به صورت پروژه محور و تکنیکال آموزش پریمیر رو تو چنل قرار دادم و حالا نوبت این رسیده که به صورت بیسیک از صفر تا صد این کار رو انجام بدم و این ویدیو قسمت ششم این مجموعه هست که در مورد کی فریم قرار رو صحبت کنیم. پس با من تا انتهای این ویدیو همراه باشین. من پروژه قبلی رو باز میکنم که توش متن اضافه کرده بودیم. حالا یه سری تغییرات رو روی اون متن میدن تا بتونی کی فریم رو راحت‌تر درکش کنی. مثلا این قسمت که اسم آقا رو نشون میده، من میخوام اسمش به صورت زیرنویس از سمت چپ بیاد به سمت راست این متنی که الان روی صفحه هست. برای این کار من متن رو انتخاب میکنم، به بخش افکت کنترل میرم. همونطور که نگاه کنید قسمت موشن داریم و وکتور موشن. من با قسمت موشن میام از بخش پوزیشن متن رو جابجا میکنم و اگر دقت کنید این ساعتایی که این کناره و به شکل کرنومتر هست برای کیفریم دادنه. خب من کیفریم رو با این فعال میکنم و همینطور که میبینید اینجا برای من یه دونه نقطه ایجاد میکنه که وقتی بیام جلوتر میتونم نقطه های دیگه ای رو هم با این گزینه اضافه کنم که بهتون میگم اینا هر کدوم کیفریمه و کارهای خاصی رو میتونیم روش انجام بدیم. با این گزینه میتونیم بین کیفریمایی که ایجاد کردیم جابجا بشیم یا کلا اگر بخوایم کیفریمی رو حذف کنیم سلکتش رو میکنیم و دیلیت رو میزنیم، ولی پوزیشن حالت کیفریمیش رو از دست نده. برای اینکه این حالت از دست بره من یه کنترل زد رو میزنم. برای اینکه این حالت از دست بره وقتی من این تاگل انیمیشن رو که روشن کردم خاموشش کنم یه پیغام وارنینگ بهم میده که کیفریم ها پاک میشه. ادامه بدم کار رو، من میزنم اوکی. حالا میبینیم که کلا کیفریم غیر فعال شد. برای اینکه کیفریم بدیم پلی هد تایملاین رو به ابتدای متن میارم. ببینید اگه شیفت رو رها کنم و نگیرمش وقتی به ابتدای متن میرسم خیلی راحت میتونم جابجا بشم و حتی ازش رد بشم، ولی وقتی شیفت رو نگه میدارم یه حالت آهنربایی پیدا میکنه، نمیذاره برم جلو تا اینکه بیشتر ادامه بدم به حرکت. شکل موس هم نگاه کنید تغییر میکنه. خب من اینو به ابتدای متنم میارم. یادتون باشه که کلیپی که توی تایملاین سلکت میشه به رنگ سفید رنگ یه حالت استروک دورش میفته. خب من به متنم میخوام کیفریم بدم، پس متن رو انتخاب میکنم که دور متن این اتفاق بیفته. حالا کیفریم پوزیشن رو فعالش میکنم و مقدارش رو انقدر تغییر میدم میبرمش به سمت چپ تا متن کامل از صفم خارج بشه. میام جلوتر، خب این مقدار رو باز تغییرش میدم تا این عمل انجام بشه. اگر من ویدیو رو پلی بکنم میبینید که به چه صورت هست. خب من تایمش خیلی زیاده، میخوام تا انتهای این متن این کیفریم ادامه داشته باشه و به سرعت خارج نشه و هنوز به نصفم نرسیده. خب متن رو سلکت میکنم، از قسمت افکت کنترل میام این کیفریم دومی که ایجاد کردم رو تا انتها میارمش و خودش به صورت اتوماتیک میچسبه به انتهاش. همینطور که میبینید به این صورت میاد و میره. من میتونم یه کار دیگه انجام بدم. به جای اینکه این متن خب از اینجا وارد بشه، به جای اینکه خارج بشه بیاد به سمت بالا و یه حرکت اوریبی داشته باشه. خب برای کیفریم دادنش دوباره انتخابش میکنم، افکت کنترل میزنم و این کیفریم میرم که الان خارج شده یکم اصلاحش میکنم، برش میگرم متن به سر جاش و کمی هم میبرمش بالا و بعد میخوام یه حرکت زبدری داشته باشه و بیاد به این گوشه. خب این رو هم با پوزیشن انجام میدم، میخوام به صورت زبدری بیاد این پایین و این گوشه و در نهایت به انتهای متن که میخواد برسه من میتونم همینجا بسازم بعد درگ کنم کیفریم رو به انتهای متن، یا نه میتونم شیفت رو نگه دارم به انتهای متن بیام دوباره متن رو سلکت کنم حتما و کیفریم بعدی رو بهش بدم که میبینید یه فریم بعد برگردم به عقب تا نمایش داده بشه. خب حالا این کیفریمی که میخوام بهش بدم رو من کیفریم قبلی پاک کردم، میخوام بیاد به وسط دیگه به این صورت. حالا اگر دوباره از اول پلی بکنم میبینید که متن میاد داخل و به صورت اوریب میره بالا، میاد سمت چپ، یکم خارج شد از کادر، میاد به سمت پایین و بعد میاد به سمت
وسط و همونجا قرار میگیره. این یه روش کی فریم دادن به پوزیشنه. خب ما میتونیم مثلا اینجا متنی که اومد رو من یکم تایمش رو بیشتر میکنم، اسم به صورت دیزالو اومد و بعدش محو شد، خیلی حرکت نرمی داشت به جای اینکه یک دفعه ظاهر بشه، ما کاری کردیم که به صورت خیلی نرم ظاهر بشه و محو بشه. همین دیزالو من میخوام با کیفرم انجام بدم. اگه یادتون باشه توی ویدیو قبلی در مورد اوپاسیتی گفتم که وضوح تصویر رو میتونیم کم و زیاد کنیم. الان وقتی من متن رو انتخاب میکنم، من به بخش ویدیو که برم اوپاسیتی رو میتونم ببینم. اگر مقدار اوپاسیتی رو از 100% به 0 برسونم، خب کلن وضوحش از بین میره و غیب میشه. اگر 100% کنم که وجود داره. اگر نگاهی به این سمت بندازید، یه دونه تاگل انیمیشن داره که میتونیم باش کی فریم بدیم. خب من کی فریم رو میدم، میارمش، مقدارش رو 0 میکنم. میخوام ابتدای متن 0 باشه، یعنی الان این قسمت اگر این پلی هد رو تغییر بدم، این پلی هد هم تغییر میکنه جاش، پس میارمش به ابتدای متن. میخوام چند فریم که ازش گذشت، یک ثانیه که ازش گذشت، مقدارش بشه 100 و بعد که به انتهای نزدیکای کلیپ بودم دوباره یه دونه کی فریم با مقدار 100 میسازم. همین گزینه رو میزنم، میبینید دیگه نیاز نیست کم و زیادش کنم که ساخته بشه، با همین میتونم بسازم و به انتهاش که رسیدم صفرش میکنم و میکشم کی فریم رو، درگ میکنم به انتهای متن. حالا اگر از عقب تر پلی بکنم میبینید که ظاهر میشه و محو میشه، مثل این میونه که دیزالو رو زده باشیم و از ترانزیشن دیزالو استفاده کرده باشیم. تمام گزینه‌هایی که این ساعت رو دارن ما میتونیم بهشون کی فریم بدیم، به روتیشن میتونیم کی فریم بدیم و چرخش متنی رو داشته باشیم که مثلا دور خودش بچرخه. مثلا من اینجا مقدارش رو 0 میذارم، کی فریم بهش میدم، بعد مثلا دوش میکنم یا حالا مقدارش رو تغییر میدم، میذارمش اینجا، مقدارش رو باز تغییر میدم. الان نگاه کنید چه اتفاقی میفته. یا میتونم اینکه این دوتا رو پاک کنم، یه دور کامل متن بزنه و کی فریمش رو بیارم بذارم به انتها، یه دونه اول ساختم و یه دونه آخر. و همینطور که میبینید به روتیشنش هم ما حتی کی فریم دادیم، به اسکیلش میتونیم بدیم، به بقیه موارد دیگه هم میتونیم بدیم که توی ویدیوها صداها هم میتونیم این کار رو براشون انجام بدیم و لولاشون رو با هم جابجا کنیم، کم و زیاد کنیم. اما یه روش دستی هم وجود داره که خیلی سریعتر هست و کار رو راحت‌تر میکنه. این بار این سمت راست رو اگر ببینید، گفتم با دایره ها میتونیم این عرض لاین ها رو ما جابجا کنیم و میبینید بعد از یه مقداری که میگذره و بزرگتر میشه یه خطی بینشون ظاهر میشه و اگر این صدا هم این کار رو انجام بدم میبینید که هم راحت هم میتونیم لول صدا رو ببینیم و هم این خط نمایان میشه که تک تک اینا رو با کیفریم ما تغییر میدیم. به صورت پیش‌فرض توی لاین بالا و ویدیو این خط کار اوپاسیتی رو انجام میده، یعنی من میتونم همون کاری که اینجا انجام میدم با اوپاسیتی اینجا هم تغییرش بدم و همینطور برای صدا به صورت پیش‌فرض لول صدا رو توی ویدیوها انجام میده. اگر اینجا رو نگاه کنید، من الان تا بی نهایت آوردمش پایین و این مقدار بی نهایت شد، تا آخرین حدش ببرم بالا و 15 دی بی بهم میده صفرش کنم، یه منفی 3 گذاشتم و اونجا نمایان شد. مثلا اگه من منفی 30 اینجا بدم میبینید این خط تغییر میکنه و چون کی فریمش فعال بود یه کی فریم ساخت و اینجا میتونیم کی فریم رو ببینیم. ابزار سلکشن تول رو انتخاب میکنم و میخوام به صورت دستی به این مت که دیزالو داره بهش دیزالو بدم. دیزالوشو حذف میکنم، اوپاسیتیش هم که هیچ کی فریمی نداره همونطور که میبینید. اگر من این خط رو جابجا کنم به صورت مستقیم اوپاسیتیش کم و زیاد میشه. میخوام بهش کی فریم بدم و اتفاقی که اینجا از داخل افکت کنترل انجام دادیم به صورت مستقیم روش انجام بدیم. یکم من زوم میکنم و جابجا میکنم که راحت تر بتونید ببینید. برای اینکه کی فریم بدیم سلکشن تول رو انتخاب میکنیم، روی این خط بیام شکل موس رو نگاه کنید، فلش های به صورت بالا پایین داره. اگر کنترل رو نگه دارم شکل موس به کلی تغییر میکنه و یه به اضافه میشه. اگر من اینجا یه دونه کلیک کنم یه کی فریم ایجاد میشه و اینجا هم دقت کنید همزمان که دارم این کار رو انجام میدم چه تغییری اینجا میکنم. میام به عقبتر، خب مقدارش 100 بود دیگه، میخوام 0 کنم، گفتم اینجا 100 و اینجا 0ش کردیم. یه کی فریم دیگه اینجا ایجاد میکنم
و مقدارش رو میارم، این کیفریم رو جابجا میکنم. همونطور که میبینید اینجا هم یک کیفریم ایجاد شد اول، و وقتی آوردم پایین آوردنش رو اینجا نمایش نداد، ولی چپ و راست کردنش رو اینجا نمایش داد. برای اینکه پایین اومدنش رو بتونید ببینید، این گزینه این کنار اپاسیتی رو بزنید، همین خط لاین رو ما اینجا میتونیم ببینیم. من اینجا متنم ظاهر شده و میخوام مثل نئون چشمک بزنه و محو بشه. یکم که بگذره اولین کیفریم رو دوباره اینجا میدم، جلوتر به صورت رندوم یه چند تا کیفریم میدم و بالا پایینشون میکنم و در نهایت یکم روشن بمونه و بعدی رو بیاد پایین. حالا نگاه کنید چه اتفاقی میفته، چشمک میزنه و محو میشه. به همین راحتی تونستیم توی بخش اوپاسیتی این کار رو انجام بدیم. روی ویدیو هم همین کار رو میتونیم انجام بدیم. میتونیم ابتدای ویدیو رو اوپاسیتیش رو کم کنیم و از توی سیاهی دیزال بشه. مثلا من الان اینجا سلکتش میکنم، اینجا دونه گذاشتم و این اضافیه. سلکتش میکنم و دیلیت رو میزنم که کیفریم حذف بشه. و دیدید چه اتفاقی افتاد؟ از توی سیاهی به 100% رفت و دیزال انجام شد. خب گفتیم به صورت پیش‌فرض روی اوپاسیتی کار میکنه. خب ما اگر بخوایم مثلا روتیشنش رو انجام بدیم چی؟ مثلا من میام این تایتل رو روتیشنش رو میخوام به صورت دستی و تو تایملاین کیفریم بدم. روی افیکس کلیک راست میکنم، یادتون باشه حتما روی افیکس باشه. اگر اینجا من کلیک راست کنم یه سری گزینه دیگه برام میاره، ولی افیکس رو که کلیک راست میکنم این گزینه ها رو من تمامشون رو میتونم کیفریم بدم. و گزینه‌ای که سلکت هست اوپاسیتیه. خب بخش موشن میام و روتیشن رو میزنم. کنترل رو اگر نگه دارم شکل موز تغییر میکنه، یه کیفریم ایجاد میشه اینجا. خب یه دونه کیفریم هم اینجا بهش میدم، مقدارش رو منفی 8 میکنم و این رو میبرم بالا تا 100. میتونم چپ و راستش کنم که توی کل این بخش برا من چرخشش رو انجام بده. بخوام اینجا سرعتش رو بیشتر کنم، اینجا بیارمش پایین تر و میبینید به صورت معکوس میچرخه و این اتفاق براش میاد. بخوام اسپید رو جابجا کنم، از بخش تایم ریمپ میتونم سرعت رو کم و زیاد کنم، سرعت ویدیو رو، که حالا در مورد سرعت ویدیو توضیح بعدن میدم که چجوری هست و چجوری میتونیم روی اسپید ویدیو کار کنیم. برای صدا چه اتفاقی میفته؟ برای صدا گفتیم روی لول صدا کمی یا زیادی صدا کار میکنم. من اگر باز همون سلکشن تول رو انتخاب میکنم، روی صدا بیام جابجا کنم، گفتم مقدار حجم صدا تغییر میکنه. اگر بخوام براتون مثلا کلیپ رو یه ذره پلی بکنم، ببینید یه خوردگی اینجا داره. حالا کاری نداریم که وسط جملهش کات خورده و حالا ما باید اینا رو درست کنیم توی ادیتمون که جلوتر بهش میپردازیم. ولی خب مثلا من اینجا اینو میدونم که اضافه است دیگه، مال کلمه بعدیشه. خب حذفش میکنم، از کلمه قبلیشم یکم بهش اضافه میکنم و پلیش میکنم. میبینید اینجا رو دوتا یه جمله رو دوبار تکرار میکنه. خب من اینو حذف میکنم چون این لاین بالا ویدیو داره نمیذاره به هم بچسبن. من مجبورم این رو کم کنم مقدارش رو تا این دوتا به هم بچسبن. حالا دوباره پلی میکنم، یه حالت فشه داره و یه خوردگی داره. میخوام این خوردگی رو بگیرم، میام روش یه دونه کیفریم میسازم. اگر بیام پایین تر نگاه کنید اینجا هم ایجاد شده. کیفریم دوم رو هم میسازم به انتهاش. اگر این رو من باز کنم میتونید ببینید وقتی میگیرم میکشم پایین این خط میاد پایین و جابجا میشه. برای این یکی هم همین کار رو انجام میدم. به این تکنیک میگن ال کات و جی کات. مثلا میمونه که صدا رو من هی کم و زیاد کنم. مثلا اینجا داره جمله میگه، مثلا همون چشمک زدنه که ما وضوح میدیدیم تو تصویر میدیدیم، تو صدا هم انگار مثلا اسپیکر رو کم و زیادش کنیم، به این صورت میشه. برای صدا هم ولوم رو میتونیم تسکاری کنیم. چنل های ولوم رو میتونیم فقط ببریمش سمت راست و فقط با سپیکر سمت راست بشنویم صدا رو. مثلا نگاه کنید، میتونیم فقط ببریمش به سمت چپ یا از هر دو صدا رو بشنویم. یه ابزار دیگه وجود داره به اسم پنتول، که اینجا من اگه پنتول رو انتخاب کنم
همون کار نقطه گذاری رو که من با سلکشن تول انجام میدادم، کنترل رو نگه میداشتم، کیفریم میدادم، با پن تول به راحتی بدون استفاده از کنترل این کار رو میتونم انجام بدم. الان اوپاسیتی رو تغییر داد. خب من روش اینجا کلید راست میکنم، موشن و اسکیل رو میخوام تغییر بدم. یه نقطه اینجا میذارم، اسکیل رو میتونم اینجا زیاد کنم، اینجا کمش کنم و مثلا مقدارش رو اگر کنترل رو نگه دارم این عدد کم کم جابجا میشه، اگر رها کنم میبینید به چه صورت جابجا میشه. من میارم به صفر، من مثلا میخوام 8ش کنم. خب اینجا نگاه کنید زوم شد، از زوم در اومد و کوچیک شد. با این پن تول میتونیم این کار رو هم انجام بدیم. امیدوارم از این ویدیو هم لذت برده باشین و تونسته باشه کلی چیز بهتون یاد داده باشه. اگر هنوز چنل رو سابسکرایب نکردی، زنگوله رو نزدی، لایک و کامنت نذاشتی، حتما این کارو انجام بده. دو سه ثانیه بیشتر زمانتو نمیگیره، ولی به محض اینکه ویدیو جدید توی چنل گذاشتم مطلع میشی، میای میبینی و از دستش نمیدی و یه حمایت کوچیکم از من کردی.